سلام، من مریم عرفان هستم. به تماشا خوش اومدین. ویژه برنامه این هفته ما اختصاص داره به داوود رشیدی، هنرمندی که نام و چهرش برای بسیاری از مخاطبان سینما و تلویزیون در ایران آشناست. اما شاید خیلی‌ها با پرونده تئاتری آقای رشیدی آشنا نباشند و ندونن که او چه نقش مهمی در شکل‌گیری جریان تئاتر در ایران داشته. در تماشای این هفته میپردازیم به زندگی تئاتری داوود رشیدی و تأثیری که او در شکل گیری جریان های تئاتری نسل های بعد خودش داشت. در مورد کارش به شدت سختگیر بود. اصلا به نظر من یه نقطه عطف بود در تئاتر جدید ایران، یعنی یک هوای تازه. رابطه یک اتفاق مهمی است که در تاریخ تئاتر رخ میده. به ملت گفته آقا تئاتر دنیا اینه. در جایی که درس خونده بود اونجا نشون میده که اولین غیر سوئیسی بود که در اونجا تئاتر کار کرده بود، کارگردانی کرده بود. گفتیم ما دانشجوی تئاتر هستیم، دیشب نمایش شما رو دیدیم، خیلی خوب بود، ما اومدیم تو گروه شما باشیم. واقعا کار کردن باشون لذت بخش بود بابت توانایی و دریافتشون نسبت به کاری که میخواستن بکنن. اولین آشناییم با تئاتر 6-7 سالم بود. آقای نوشین نمایشنامه مردم رو در تئاتر پارس تو لاله‌زار گذاشته بود. احتیاج به چند تا بچه 6-7 ساله داشت. تو پرده اول که تو کلاس مدرسه میگذشت و آقای نوشین خدا بیامرز معلم اون کلاس بود، از شاگردان میپرسید کسی که یک روز پرمشغله کار کرده و با وجدانش کارشو انجام میده عصر که میاد خونه چه حالی داره. توی نمایشنامه این بود که یکی از شاگردان دست بلند میکرد میگفت آقا خسته است. خب مردم هم میخندن. من آرزوم بود که این جمله رو من بگم و دوست داشتم یه روزی اون مریض بشه نیاد یا بعض وقتا شیطون میرفت تو جلدم، که برای که آقای نوشین خیلی جدی بود که من زودتر دست بلند بکنم، ولی هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. من فکر میکنم از همونجا این عشق به تئاتر و به بازیگری و تئاتر و اینا در من پیدا شد، که یادم میاد کلاس 10 بودم تو پاریس، به یکی از دوستای صمیمیم نوشتم که من وقت موقعی که بر بگردم تا ایران میخوام فقط تئاتر کار بکنم، تئاتر تئاتر تئاتر، از این چیزایی که جوونا چیز میکنن اینا. یعنی واقعا هدفم هم از همون موقع فکر میکنم تئاتر و بازیگری و اینا بوده. در انتظار گودوی داوود یک نقطه عطف در تئاتر ایران، یک نقطه عطف جدی عرض میکنم. در اون زمان بکت شما بیارید، اونم در انتظار گودوی که مهمترین آثار تئاتر جدید بعد از جنگ دوم، خیلی خیلی اهمیت داره و داوود به شایستگی این رو اجرا کرد. همیشه بیشتر حرف میزنیم که کمتر گوش بدیم، اینم خودش یه دلیله. تمام صداهای مرده انگار توی فضا بال میزنن مثل برگ‌ها. در انتظار گودو خیلی ها گفتن که این بهترین اجرا بود که اصلا تا اون موقع ایران که اجرا نشده بود،
ولی هنوز هم میگن جز بهترین اجراهای دنیاست. مثل شنریز ها، مثل برگ ها. فکر میکنم که داوود تونسته یه اتفاقی را در تئاتر ایران به وجود بیاره که این اتفاق اول در سطح دنیا رخ داده. یه آدمی آمده به نام ساموئل بکت، یه نمایشنامه اجرا کرده به نام در انتظار گودو و آمده پایان یا ختم تئاتر را اعلام کرده. به همین دلیل بهش گفتن ضد تئاتر. و این ناشی از اون واقعه کوره های آدم سوزی است، اعتقاد و ایمانی نیست و کلمه خالی از معناست و دنیا توی ابسوردیته به سر میبره. بکت میگه خسته شدم از اینکه این همه زبان بخواد بار معنا را و معانی مختلف را بتونه بارش را بکشه. تصمیم میگیره یه زبانی خلق کنه توی تئاتر یا بنویسه که توهی از معنا باشه. ایستگاه آخر تئاتر را نوشته داوود. جالب اینه که اینه وقتی میاره به تئاتر ایران، به یه سرزمینی میاره که تازه در آغاز تئاتر به سر میبریم و یه بچه 20 ساله مثل من داره تازه بهش میگن شکسپیر بخوان، شکسپیر بخوان. یه کسی میاد با اجرای در انتظار گودو ختم تمام این چهار قرن را میذاره جلوی من. دو ناهمزمان همزمان میشن. چهار قرن از یه طرف بهم میگن شکسپیر بخوان و دارن قواعد اولیه رو یاد من میدن، بعد یه کسی آمده و زده تمام اینها رو شکسته و ریخته دور. در این زمان یه اتفاق بسیار بسیار مهمی است که تو تئاتر رخ میده و من و نسل من نمیدونم، به احتمالی حتی تا زنده یاد ساعدی و نلبندیان و بسیار دیگه همه متأثر از این واقعه میشیم و نگارش و دراماتورژی تغییر میکنه. همه با هم حرف میزنن، هر کس برای خودش. انگار زمزمه میکنن، پچ پچ میکنن، نجوا میکنن، پچ پچ. داوود رابطه یک اتفاق مهمی است که در تاریخ تئاتر رخ میده، نه توی یک شب تئاتر، نه در رابطه با تماشاگر من تماشاگر که هر شب اتفاق رخ میده، بلکه تاریخ تئاتر یعنی چهار قرن تکون میخوره و داوود حامل این تکونه. اهمیت داوود در اینه. چی میگن؟ از زندگی هاشون حرف میزنن که زندگی واسه شون کافی نبوده، مجبورن حرف بزنن که مردن واسه شون کافی نبوده. من و آقای دانش فرهنگ دوستان همیشگی بودیم، دانشجو بودیم سال 1-2 اینا تو هنر زیبا رشته هنر نمایشی، رفتیم انجمن ایران آمریکا نمایش در انتظار گودوی ساموئل بکت رو که کارگردان نمایش خود آقای داورشتی بودن رو دیدیم. نمایش اینقدر برای ما جذاب بود، یعنی ما جوانای 21-2 ساله در یه سالن تئاتر خیلی خوب، من هنوز اون نمایش دنسار گوده آقای بکتو نخونده بودم، بعد نمایش دوباره رفتم اونو خوندم، یا یادم نیست خونده بودم. خیلی به نظرم نمایش خیلی جذاب نمی اومد، ولی رو صحنه دیدم اینا خیلی خوبن. دیدی گوگو صیاد به اون زیبایی، رشیدی به اون زیبایی. ما فرداش رفتیم در گروه تئاتری آقای رشیدی، گروه تئاتر امروز در اداره تئاتر بود، نزدیک میدون فردوسی کوچه بود، کوچه پارس فکر میکنم. توی اداره تئاتر چندین گروه بودند، آقای جوانمرد، آقای
انتظامی های نصیر اینا بودن. آقای رشیدی هم یه گروه تئاتر امروز اونجا داشتن. رفتیم یه دفعه پابرهنه رفتیم توی حرفاشون با یه شوق و ذوق دیوانه واری. گفتن یه عمر دیدن اینا کی هن؟ من چی میخواین؟ آقای رشیدی چی میخواین؟ چی میخواین؟ چی اینجا چی کار دیدیم؟ گفتیم ما دانشجوی تئاتر هستیم، دیشب نمای شما رو دیدیم، خیلی خوب بود، ما اومدیم تو گروه شما باشیم. آقای فندیزاده بودن، خانم فهیم میراثگار، چند نفر یهو تعجب کرد، بعد خندید گفت اینا رو باش، اینا رو باش. همینجوری اومدن یه لقب ها میخوان تو گروه ما باشن، گروه حرفه‌ای فلان اینها. ما چی نگفتیم، شرمنده شدیم. بعد گفت خیلی خوب، خیلی خوب، ناامیدتون نمی کنم، شما شیش ماه بشینید ما رو نگاه کنید. گفتیم حتما یه سال هم میشینیم نگاهتون میکنیم و اینا. دیدن آقای فندیزاده، خانم فهیم رازگار و بازیگران بزرگ اون سالهای طلایی تئاتر در کشور، اینها خیلی خوشحالمون کرد. من تو خیابون ری سر کوچه آبشار به دنیا آمدم. رفتم دبستان مسعود سعد، اونجا تصدیق شیشه گرفتم که پدرم ماموریت پیدا کرد در ترکیه. پدر مادرم هم جدا شده بودن. تقریبا دو سال نیم سه سال اونجا بودیم، برگشتیم تهران. بعد پدرم ماموریت پیدا کرد در فرانسه، در پاریس، به عنوان مستشار در سفارت. اونجا منو تو شبانه روزی گذاشتن در لیسه لکنل. وقتی دیپلمم گرفتم یه تابستون آمدم تهران، دوباره برگشتم ژنو دانشگاه. اونجا هم وارد دانشگاه شدم، رشته علوم سیاسی، و هم در کلاسای تئاتر اسلامیسی کردم. این دوتا رو همزمان میذاشتم، ولی بیشتر عشقم تئاتر بود و خودم اونجا دوتا نمایش نیمه حرفه‌ای کارگردانی کردم، بازی کردم. بعدم رفتم در تئاتر کاروژ که یک بزرگ تئاتر، آقای فرانسوا سیمون، کارگردان و مدیر این تئاتر بود. رفتم یک امتحان ورودی بهشون دادم و قبول شدم و عضو گروه اون تئاتر شدم که به طور حرفه‌ای این کارو می‌کردم. Le théâtre de Carouge, dont les membres fondateurs furent notamment François Simon, Philippe Manta et Louis Gaulis, tenta de se singulariser par un certain nombre de créations d'auteurs suisses. Il présenta notamment des œuvres de Walter Wedli et Louis Gaulis. C'est ainsi qu'on put voir Capitaine Caragueuse ou Réussir à Chicago. Le théâtre de Carouge a imposé dans la région genevoise, tant à la salle Mermillot qu'à la salle Pitoef, un répertoire classique et moderne. در این زمین هم میخواستی لیسانس هم بگیرم دیگه، لیسانس علوم سیاسی. خوشبختانه قبول شدم و لیسانس هم گرفتم و برگشتم و بعد از مدتی به ایران و در اداره هنرهای دراماتیک استخدام شدم. بعد از 36-37-38 و دهه 40 یک سری از فرنگ رفته ها به ایران اومدن که پیوستن به این گروه های جوانی که در هنر دراماتیک بودن. از همه مهمتر فرهنگ تئاتر داشتن. داوود رشیدی یه فعالترین فرهنگ رفته ها بود. همش کار میکرد و کار. و به من پیشنهاد یه کار کرد به اسم کاپیتان قرقوز. خیلی از لحاظ قصه و داستان و کرکترها و مفاهیم و مضمون و موضوع خیلی به جامعه ما میخورد. خیلی به جامعه ما نزدیک بود. و این هوشمندیش بود. در این جریان جوان و نوع تئاتر که در ایران گفتم با لاله‌زار متفاوت بود و افتاد، این فرنگ رفته هایی که اومدن خیلی به ما کمک کردن. و اینها یکی از ارکان به نظر من این موج جدید تئاتر امروز هستن و داوود یکی از اونهاست.
اگر در زمینه فرض بفرمایید نمایش نامه نویسی در ایوان و اینکه مثلا فرض بکنید که تئاتر ما در چه مراحلی هست و ضعف‌ها و یا اشکالات کار اینا رو میشه طرح کرد و بحث کرد، شاید نمایش نامه‌ای که نوشته شده شاید از 150 تا تجاوز نکنه یا اونایی که لااقل قابل بحث است. و الان نویسنده های فعلی ما اونایی که واسه تئاتر می‌نویسن و پیزاشون اجرا میشه شاید از 10 نفر تجاوز نکنه و این حتما واسه یه مملکتی که میخواد تئاترش را بیفته به نظر من خیلی کمه. یک کلاس بازیگری دکتر فروغ به من داده بود، یکی از شاگردها حاتمی بود و چیز جالب که باید حاتمی همیشه تو ذهن من موند و باعث شد که با هم دوست بشیم، من به من شاگرد نگاهش نکنم، این که ببینید وقتی سر من میادم سر کلاس و گفتم کی کار آماده داره، قاعدتا هیچ کی نمیگه من، همه هم دیگر نگاه میکنن و خجالت میکشن اینا، ولی وقتی که من میادم این وقتی اهلی بود میادم میگفتم کی کار داره، حاتمی میگفت من. خیلی جالب بود این واسه من که این همیشه آماده است، همیشه دوست داره کار بکنه، دوست داره رابطه برقرار بکنه اینا. به این دلیل اصلا اون موقع یه جور دیگه نگاش کردم و یه باشه باش با هم دوست شدیم که اولین نمایش نامشم من کارگردانی کردم. علی موقعی که اومد دفعه اول و نمایش نامه حسن کچل آورد داود بخونه، خیلی جدی گرفت بود علی رو، به همین جهت هم حتما میدونید قصه شو. وقتی که اون بخش اداره تئاتر که مال نمایش ملی بود، دو تا اداره نمایش سه تا بخش داشت، یه بخشش در نظر آجاو مرد بود، یه بخشش آقای نصیریان بود، یه بخشش هم داوود بود. مال داوود اسمش تئاتر امروز بود و بیشتر نمایشنامه خارجی رو کار میکرد، نه بیشتر اصلا نمایشنامه خارجی کار میکرد. اون دوتا نه، نمایشنامه ملی و نمایشنامه بیشتر از سنتی رو کار میکردن. حسن کچل طبیعتاً برده شد و پیشنهاد داده شد که اون یکی از اون دوتا گروه کار بکنه، نپسندیدند و داوود انقدر مطمئن بود به ذوق علی که یهو وارد میدون شد گفت خودم کارگردانی میکنم، من شخصاً. و هر کسی با اون نزدیک بود با این کار مخالف بودیم. اولا علی قبل از اون کاری نکرده بود، اول بود، و بعدم اینکه داوود قبل از اون نمایشنامه ایرانی کار نکرده بود و همه اینا باعث میشد که میترسیدیم. نه، چیز کرد و همتش رو جمع کرد که من میخوام برم کار کنم. اونم که مثلا 2 ماه 3 ماه قبل از اینکه دیکتور زاویار کار کرد که یکی از مهمترین کارهای تئاتری ایرانه به نظر من. وقتی که و همین این باعث شد که خب علی چیز شد و همه هنرهاش برون زد، ذوق و همت خود علی هم وجود داشت و تا موقعی هم که زنده بود یادش نمی رفت که این کشف داوود بود. با همه آدمایی که می اومدند همین رفتار رو داشت، وقت می ذاشت، اصلا نمی فهمید ساعت 2 و نصف شب یک صبح فلان اینا، براش مهم بود که با آدم ها رو بشه. این احترامی که داوود به آدم منحیس آدم میذاشت و ارزش گذاری نمی کرد، نه طبقه براش مهم بود نه هیچ چیز دیگه، این یک مشخصه خیلی بزرگشه که خیلی بدیعه، واقعا خیلی استثنایی بود. داوود رشیدی من معتقدم که یکی از کسانی بود که خیلی زمان خودش رو خوب میشناخت، یعنی اون موقع به دقیقه اکنون حرف میزد، میگفت که ما بله میتونیم تئاتر ایرانی بنویسیم، تئاتر ملی ایجاد بکنیم، منتها به شرطی که ما اصول پیشرفته تئاتر جهان رو به خوبی بتونیم بشناسیم و هضم بکنیم. برای توفیق چند چیز لازم است. اول گوش.
گوش. بله گوش. گوش یعنی شنیدن. برای توفیق باید اول گوش رو انتخاب کرد. باید خوب گوش داد و شنید. در شنیدن نباید انتخاب کرد. برعکس، هر چی که گفته شد همون رو باید پذیرفت. و اینجاست که به عامل دوم میرسیم. عامل دوم یعنی اطاعت. هر چی که گفته شد همون رو باید برگزید و مطیع بود. مطیع که شدی دیگه به این یکی یعنی به چشم احتیاجی نیست. از چشم میشه صرف نظر کرد و حتی چشم بسته راه رفت. بله، چشم بسته بهتر می شود اطاعت کرد. قبل از انقلاب 4-5 تا از نمایشنامه‌های مرحوم ساعدی رو روی صحنه من آوردم واسه اولین بار. یعنی نمایش خارجی یا ایرانی واسه من وجود نداره. نمایشی است که الان واسه ما ایرانی‌ها ارتباط برقرار میکنه، حالا چه ایرانی باشه چه خارجی باشه. دیکت زاویه یه حادثه مهم بود برای داوود، انگار که قبل از اون برخورد نکرده بود با اینکه نویسنده ایرانی بتونه در حد آدم های بزرگ بین‌المللی کار کرده باشه. ولی با ساعدی خیلی گل کرد، خیلی این خودشو پیدا کرد. و به خصوص وقتی که ساعدی یک شبی که شنیدم این رو، یه شبی دیکت زاویه رو به صورت چک نویس آورد و داد بهش خوند، بیخوابش کرده بود. گفت این اندازه های بزرگان دنیاست و بیشترم طبیعتاً یاد بکت مینداختش دیگه. خیلی فضای تئاتر آبر سرود رو به یاد می آورد. ساکت، آرام، بی صدا. چی؟ آروم باش. سکوت مطلق. جلسه رسمی است، شروع میکنیم. خب بکنیم. گفتم ساکت، خفه. بسیار خوب. آروم باش. بنویس. قضیه خیلی جدیه. من دارم امتحان میشم. به من میگن ساکت. بابا من میگم ساکت. تمام کن. یک ماهی هر روز رفتیم این هنرمندان رو دیدیم تا اینکه نمایش دیکتو و زاویه گوهرما رادیو های ساعدی رو آقای رشیدی دست گرفتن. تا بعد این دکتر ساعدی وارد شد. دکتر ساعدی گوهرما راد برای ما خیلی دیدن آقای ساعدی همه چی رو جذاب کرد. دیدم نویسنده گروه هستند و یه نقشه کوچیکی به آقای فرهنگ دادن که حرف داشت، یه نقشه بسیار کوچیکی هم به من دادن که حرف نداشت. همه در حال ترقی
تعالی. من در تمام دوران زندگی همیشه مطیع و فرمانبردار بودم و پندندرز بزرگان رو به کار می گرفتم. من از دوران بچگی حرف شنا بودم و پاپا و ماما همیشه از من راضی بودن. ببین دهه 60 واسه من خیلی دهه بدی بود، برای اینکه هم خوب بود هم بد بود نگیم، برای اینکه از تلویزیون منو اخراج کردم. گفتم اخراج با پاکسازی چه فرقی میکنه؟ گفتن اخراج میتونی یه جای دیگه استخدام بشی. حالا من 45 ساله و اینو چیز بشم اینا بخبه. و به این دلیل یک کمی هم تو ارشاد اون زمان مسئول معاونت هنری، معاونت سینمایی یک کمی چیز بود، زیاد با من هم دوست نبود، زیاد با من چیز بود. اینا یک کمی جلوی بعضی از فیلمایی که قرار بود بازی بکنم مخالفت میگرد. یه مدتی آقای رشتی مجبور شد بعضی از کارا رو انتخاب میکرد، واقعا به خاطر دغدغه های مالی که وجود داشت برای خانواده. بعد هم خیلی از جوان ها خیال میکردن که حالا یه انقلاب شده، ما پیشکسوت ها دیگه باید کنار بزنیم و اونا هم چیز پیدا کردن، حالا دیگه میتونن کار بکنن و اینا. نمیدونستن که باید اون جنمش رو داشته باشیم، که این نبتی به انقلاب نداشت و اگر قبلا نداشته الان هم نداری. خیلی چیز میکردن که ماها بازی نکنیم، ماها دو بیرون باشیم، ولی یواش یواش فهمیدن که نمیشه. ما هم اجازه برگشت پیدا کردیم و اجازه دادن کار تئاتر بکنم تو تئاتر شهر و پیروزی در شیکاگو رو اونجا اجرا کردم، که خب یه کار خیلی سختی بود. اولین تئاتر حرفه‌ای بود که بعد از انقلاب انجام می‌شد و با یک برنامه ریزی حرفه‌ای دقیق و اینا. خیلی هم جدید بود، موسیقی جاز رو صحنه بود، تمام اینا بود که خیلی با استقبال روبرو شد. آقای رشیدی به من زنگ زدن که مهدی جان من یه تئاتری دارم فلان، پیروزی در شیکاگو در سوئیس، من اونو بازی کردم و حالا میخوام دوباره اجرا کنم و حاضری؟ من بدون مکس فکر گفتم در خدمتم. بیمه حتی یک سنت هم نمیداد، حسابشو کردی؟ خرج چطوره؟ نه چه بهتر، چون اگه مجبور شدم، من مجبور بودم همه اینا رو از حقوقت کم بکنم، از نوتم طلبکار می‌شدم. خب چی جواب میدی؟ اسقاط. من وقتی دیدم تیراژ رسیده به 1.5 میلیون، خیال میکنی که فقط تیراژه که یک روز دوباره نگه میداره؟ از جلو چشم دور شو، وگرنه هر چی دیدی از چه خودت دیدی. و رفتم با دل و جان بازی کردم و دیدم کارگردانی که به کارشون واردن و در خیلی در مدت کوتاهی فکر میکنم یک ماه و نیم نمایش بزرگ تمرین شد و روی صحنه اومد، روی صحنه اصلی تئاتر شهر با تعداد زیادی بازیگر، 30 نفر بازیگر بودن. عینک سیاه داشتم، قیافه‌ای خوبی نداشتم، مرتب آدم سوجویدم، زیاد بودن؟ نه، آقاه گفت عجله داره چون باید بره سر قرار، رفتن از در سوم دیدن کنم. در سوم؟ بله، در ورودی اون طرف با اون طرف با؟ بله. تو نرین، اون طرف سوم. من فکر میکنم، به نظر من اولین نمایش حرفه‌ای واقعا بعد از انقلاب بود و یعنی نمایش که جدن به صورت حرفه‌ای کار شد، به صورت حرفه‌ای به عواملش دستمزد داده شد و وقتی هم روی صحنه اومد خیلی خیلی موفق بود. خیلی یکی از کارهای بسیار عمده تئاتری داوود رشیدی بعد از انقلاب
نمایشنامه پیروزی در شیکاگو بود که من هم شانس شرکت در اون کار رو داشتم. بارها تمرین میکرد با نور و دکور رو عرض میکنم که لباس و همه چیز رو خیلی خیلی دقیق و با وسواس بی نظیری. به هیچ وجه معتقد به اینکه روی صحنه باید زندگی کرد و تئاتر زندگی است و سبک و سیاق مثلا تئاتر علمی استانیسلاویسکی اینا نبود. چیزی که اصلا مهم نیست تو این نوع اجرا از یه حسیه و قضیه اینکه آدم فکر بکنه و چیز بکنه و اینا. ریتم خیلی بیشتر مهمه. اون ریتمی که به تماشاچی میده. اگر قضیه واقعا بخواد واقعی باشه که نباید این ارکستر باشه، نباید این دکور باشه. الان دو سه شبه که این ریتم داره ول میشه، داره بین جمله‌ها، جمله خود آدم یا جواب دادن ها اینا هی مکس میاد، هی کشش میده. یه هفته پیش من تایم گرفتم قسمت اول حدود 1 ساعت و 5 دقیقه 1 ساعت 10 دقیقه شده بود، الان داره میشه 1 ساعت 20 دقیقه 1 ساعت 25 دقیقه. یعنی توی تقریبا 15-20% کش آمده قضیه. عوض این که جمع و جورتر بشه اون 1 ساعت و 7-8 دقیقه 1 ساعت 10 دقیقه بشه 1 ساعت داره از اون ور کش میاد. اینو خیلی دقت بکنید. بیشتر از همه همین ریتم و عصب داشتن قضیه مهمه. نمایش پیروزی در شیکاگو موسیقی روی صحنه بود و اولین بار بود بعد از پیروزی انقلاب که همچین اتفاقی می افتاد. زنده یاد بابک بیات موسیقی این نمایش رو ساخته بودن و بچه های جوونی هم که الان البته خیلی موفقن، آقای عصار، آقای حجازی و اون آقایی رو که جاز می نواختن، من اسمشون رو یادم نمیاد. به هر حال خیلی نمایش مورد توجه جوونا واقع شده بود به دلیل همین موسیقی روی صحنه. دلار ناچیز ره گشای گره هر راز است. اینو ما دو جور ساختیم آقای رشیدی. ره گشای گره هر راز است. بزن شادتره بهتر. گره ره گذران میدارم دست هر چیز به سویت بازم یه دلار نمایش چون موسیقی توش داشت خیلی مردم علاقمند بودن در اون جو و فضایی که به هر حال یک کمی محدودتر از امروز بود. شروع هفته بلیط ها رزرو میشد تا آخر هفته، فکر کنم 45 روز یا دو ماه این میتونست ماه ها رو صحنه باشه. چه قوی آمدی، چنان قوی و چنان کوچک که گیج شدم. آن وقت به دنبالت آمدم بر ضد با بر ضد شم. چرا زودتر نگردی؟ نه فوری یه محاله برمیداری میمیسی یه اشاره کوچیک میکنی، خواننده ها خودشون نتیجه رو میگیرن. گریت
بری باید ماتت کنم. و یک شب که داشتیم اجرا میشد، یک دفعه مدیر تئاتر آمد رو صحنه و گفت امشب شب آخره این نمایش بود و چیز بود و اینا، و ما اصلا همه موندیم با این همینطور داره ادامه پیدا میکنه، چرا زودتر نگفتن و اینا. خلاصه ما هم آمدیم و کمی هم دماغ شدیم که اینطوری با من رفتار کردن. آقای راشدی رو آقای خاتمی یه روز خواستن، اون موقع وزیر ارشاد بودن. بعدا آقای راشدی گفت آقای خاتمی 400 تا نامه تهدید گذاشت جلوی من، گفت اینا رو منو تهدید کردن این نمایش رو صحنه باشه و فلان این چیز میکنیم. جو اینطوری بود که بعد حتی آقای خاتمی رو مجبور به استعفا دادن. یعنی آقای راشدی اینقدر تئاتری بودن، اینقدر وارد به کارشون بودن، میدونستن در چه جو و فضایی چه انفجاری از زیبایی و هیجان تولید کنن در تئاتر. رشیدی پیروزی در شیکاگو رو کار کرده بودن، میخواستن ریچارد سوم رو کار کنن که این نقش رو به من پیشنهاد کردن. بعد که شروع کردیم به کار کردن، خب طبیعتاً من آقای رشیدی رو توی حوزه مدیریتشون خوب میشناختن، ولی به عنوان کارگردانی که بخوان منو هدایت کنن آشنایی نداشتم با شیوه کارشون. برام خیلی جالب بود که خیلی خیلی با قدرت و با قاطعیت بازیگرا رو کنترل میکردن و هدایت میکردن. گاهی اوقات دیگه خیلی به من محبت میکردن، میذاشتن یه صحنه رو بداهه کار کنیم، بعد میگفتن خب باشه، حالا همونی که من گفتم و فقط انجام بده. بعضی چیزها رو که اعتقاد بهش دارم باید اینطور باشه و اینا، خب چیز نمیام، کم نمیام دیگه. ولی اگر خود بازیگر یه چیزی بیاره که تازه تر و بهتر و ایناست، خب خوشحالم میشم، عوض میکنم اینا. ولی چیزی که میدونم اینه باید اینطوری باشه و چیزی که اعتقاد دارم بهش، خب اونو بله نمیخوام جور دیگه باشه. وقتی یه نفر با یک بیانیه ای از یک شیوه بازیگری در فرنگ از ژنو میاد توی ایران، در سالهایی که اصلا دیدگاه نسبت به بازیگری خیلی هم مثبت نیست، میاد اینجوری بازی میکنه و آموزش میده، به نظر من خیلی خیلی ارزشمنده. و یه اتفاق خیلی جالب و جذابی که توی ریچارد سوم میافتاد این بود که آقای رشیدی از بزرگترین بازیگرایی که توی تاریخ تئاتر یا سینمای اون دوره بودن باهاشون کار میکردن، به همون اندازه اهمیت میدادن که کار کردن با یک بچه‌ای که اولین بارشه داره بازی میکنه. برای همین وقتی توی ریچارد سوم اون نمایش رو میدیدین، نمیگفتین که این بازیگر بی نظیره ولی این بازیگر خیلی بده. همه رو در یک سطح و یک لول هدایت میکردن. در واقع این امضای آقای رشیدی بود که وقتی تئاتراشون رو میدیدین، همه در تئاترای آقای رشیدی به یک اندازه خوب بازی میکنن.
ایوان درک کرد فورا. خب حالا لازم نیست 3 ساعت وقت تقیه این کار بکنیم، زندگی اینقدر کوتاه است. راستی این کتاب رو خوندی؟ بخ شاهکاره، نهایت مدرنیست. ولی اگر این کتاب رو بخونی دیگه احتیاج به خوندن هیچ کتاب دیگه نداری. بین مطب و بیمارستان و فرانسواز که تازگی امر کرده باید تعطیلات آخر هفته بچه ها رو ببینم دیگه وقتی بسن نمیدونم. مجبورم به اصل و اساس مطالب بپردازم. خود آدم تو داری مبالغه میکنی، میدونی؟ داری میگه مبالغه میکنی، نمیگه اشتباه میکنی. اونجوری که دیگاه رو پس میزنه نشون دهنده یه طبیعت سرد و متفرحلشه و بسته بودنشه به دنیا که تو هم داری به همون تبدیل میشی. خیلی متاسفم، واقعا متاسفم که تو بزنی اینقدر منفی داری زندگی. نه 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 منفی نیست، کلا منفی نیست. ما سرش تمام حرفایی که گفتی پس بگیر. نه چرا چرا پس بگیر، سرش پس بگیر، پس بگیر مسخره است. پسش من آخرین بار میگم تمام حرفایی که گفتی پس بگیر. به نظر من یک زوج عوضی، یک زوج توصیف شده. او نه مار 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 آی آی گوشم آی 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 گوشم آی کردی. نه نه چیز مهمی نیست. آی آی شما دوتا دیوونه شدی. آه 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 دوتا آدم ها آقل و بالا که زده به سرشون. خیلی خوب، اصابه نیست، اصابه نیست. درد اینه درد پوشم پاره شد. نه بابا نه بابا، تو از کجا میدونی میگی نه بابا؟ تو متخصص پوستی، متخصص پوش و عروبینی که نیستی. از این نوزه شما آدم های تحصیل کرده. خیلی خوب، خود تو نارد یکی از کارهایی که آقای رشتی به طور مستمر انجام میدادن، ما موقعی که ازدواج کردیم و قبل از اون انجام داده بودن، ترجمه بود. تقریبا تمام نمایشایی که کار کرده بودن در تلویزیون خودشون ترجمه کرده بودن. داوود بودش مثلا بازیگری، تئاتر، سینماست، ترجمه نمایشنامه است و کار تئاتر. اون که برای من خیلی ارزش داره، اهمیت داره، یکیش تئاترایی که گذاشته، یعنی به ملت گفته آقا تئاتر دنیا اینه. و بعدش خود ترجمه ها. مثلا من خودم از ترجمه شعرهای فرنگی خیلی چیزا آموختم. گاهی موقعی که حوصله داشته باشیم مثلا پشت تلفن شعر آپولینر به زبان فرانسه برای من میخونه و ترجمه. Coule cool la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. مثلا ما ننشتیم تو تئاتر که انقدر مثلا از شعر غرب اطلاع داشته باشی، از نقاشی، از همه چیز. میگم ماها به ترجمه و ورود اینا به ایران، بدیونیم اینا یه تئاتر از یه جایی آوردن به ایران که ما نداشتیم. به نظر من تو ایران آدمای احترام دارن که کارشون تداوم داشته باشه. یکی از نکات به نظر من احترام برانگیز داوود تداومشه. یه احترام دیگه بهش دارن که بعد از انقلاب از ایران نرفت. این برای من خیلی مهمه. شما تعطیلات کجا تشریف میبرید؟ من میرم متاستاز. من میرم گانگلیوم. اون نفر که از اول میفهمیم که دارن میمیرن یه هفته و دو هفته، یعنی پس راجبه مرگه. و
آدم انتظار داره که حالا راجع به مرگ صحبت بشه، معذرت خواهی بکنن، نمیدونم بترسن و از این چیزا، ولی نه، اینا از مریضخونه میان بیرون میخوان برن یک جایی که خیلی قشنگه، بهشت اون است و اینا، که این روز آخر اونجا باشن. ولی انقدر تو هر مرحله به آدمای جدید روبرو میشن که هر کدوم هم یه مسئله دارن، خودشون هم بعد یه جایی میفهمیم که زندگیشون همینطور نبوده، یه دردایی دارن اینا، و با آدم مختلف هی آشنا میشن، هی از یه جا به یه جا میرن، از یه جا دیگه فراموش میکنن اونجایی که قرار بود برن، دیگه اصلا صحبت مرگ و اینا هم اصلا دیگه نیست، تا آخر که میرسن به صحنه تئاتر که با امید تموم میشه. همین که چشمم به شما افتاد خودم گفتم. میدونیم چی گفتم؟ کار سختگیرم، بله، وسواس زیادی دارن، تا به چیزی که نخوان تمرین رو قطع نمی کنن و این آدمو خسته نمی کنه. ممکنه که مثلا تو یه روز خسته شه، ولی کلا فکر میکنی با کارگردانی مواجهی که میدونه چی میخواد و تا به چیزی که میخواد نرسه ولت نمی کنه. یک طریقه به اندازه یک عبدیت هدفم این بود که تماشاچی بیاد و خوش به خوش باشه و یه اتفاقاتی هم درونش بیفته انشالله. ولی مردم هم میان تئاتر برای این که یه لحظات خوبی بگذارونن، نمیان کلاس درس که مثلا درس بگیرند و این اشتباهیست که بعضی ها میکنند. آقای بچه شما برای کسی که تازه وضع هم کرده آقای این بچه شما خیلی خوشگلید. خوشحالم از اینکه با یه کارگردان شرافتمند دارم کار میکنم. آدم بسیار محترمیه، آدم مهربونی، آدم حساسیه، توجهش به جزئیات روابط کاریش هست، مراقب هنرپیشه، احترام میذاره به هنرپیشه، بدخلقی نمی کنه، مثلا تحقیر نمی کنه به هیچ وجه. چند روز آخر تمرین ها و گرفتاری و من دو روز میخوام برم و من عصری باید برم کجا و نمیدونم اینا شروع شد که این خیلی لطمه میزنه به کار. الان هم که سه روز تعطیل داریم، شنبه جمعه شنبه تعطیلی بره جور، از یک شنبه دیگه یک دونه یک ساعت یه پنج دقیقه اجازه نیمدن و اینا نداریم. یه بار دیگه the last but not the least. تلفن. چی؟ صدای زنگ تلفن میاد. خب چی؟ ما که تلفن نداریم. خب چی؟ اون صدای زنگ تلفنه. بله. ما که تلفن نداریم. راست میگی. یه زن و شوهر تا صبحونه دارن میخورن، تلفن زنگ میزنه که اینا تلفن ندارن، اینا در خونهشون بسته است، لباساشون عوض شده، اصلا همه چی عوض شده، این کتابا مال اونا نیست، اصلا کتاب خونه پره ولی کتابا مال اون نیست. اینا کتابای من نیست، خیلی مسخره، کتابایی که مجبورشون میکنن که انتخاب بکنن که اشمیت باشن. حالا میفهمم، میگن ما پس الان تو خونه آقای اشمیتیم در حالی که ما پوچی هست. شما آقا به خانم اشمیت دوست بگیرم، این که آقا به خانم آقای اشمیته، اگه شما اشمیت نیستیم حتما دوست بگیرم. حالا کدومشون هن واقعا دارن نقش اشمیت بازی میکنن یا خود اشمیت هستن یا واقعا چیزا قوچی هستند؟ این دوگانگی هویت رو
دارند سر تا سر نمایش. ببین دکتر، من یک نفرم و در درونم دو نفر وجود ندارم. شما دو نفرید، یکی اونی که واقعا هست، یکی دلتون میخواد باشه. با کمدی شروع میشه و تماشاچی همونطور که دیدی نصف بیشتر نمایش رو میخنده، واقعا از ته دل میخنده. به لحاظ جنسی خیلی آلمانیه. حتی اون خونه ها میرن که با آدم بر میرن. مردای سیبی کلوفت خشن. ولی یواش یواش میبینیم که این کمدی کم میشه و تبدیل به یه تراژدی میشه و خود آقای قوچی یا آقای اشمیت میرسه به اونجایی که زندگی دیگه فایده نداره. نسل جدید ایران، من میدونم که داوود رو بیشتر به خاطر فیلم و سریال‌هاش به یادتونه، ولی طبیعتاً تا سال‌های سال بعد از اینکه داوود رو میشناختم فقط تئاتر کار میکرد و به عنوان کارگردان و گاهی هنرپیشه تئاتر. اصلا تصوری از داوودی که بعد تو سینما و سریال بازی کنه نداشتیم. جدی‌تر از این حرفا بود. دلم میخواد بگم اینا که فروتنانه و متواضعانه وقتی تو همون در انتظار گودو قله را دید، این هوشیاری رو داشت که پشت قله بکت دیگه قله‌ای نیست برای کشف، پشتش پرتگاست. یا آب میری پرت میشی، بخوای از اون بری جلوتر، یا باید از در استراری تئاتر باید بری بیرون، که خیلی ها رفتن بیرون. داوود متواضعانه برگشت تو دامنه برای اینکه مایل بود که در این حرفه بماند و میخواست بازی کنه، میخواست زندگی کنه تو همین محدودهی که اسمش تئاتره، ولو که تهش رو دیده. بنابراین میتونه برگرده به شکسپیر، میتونه برگرده به تمام نمایشنامه‌های بین این چهار قرن، اما اون کار خودش کرده بود، یعنی تأثیرش رو روی خیلی ها گذاشته بود و به نظر من تو بخش دراماتورژی چیزی رو نشون داد که دست و بال خیلی از دست به قلم ها را باز کرد.